فاکس نیوز میگه در خیابان‌های ونزوئلا آشوب و تظاهرکنندگان خواستار برکناری مادورو هستند. دونالد ترامپ هم گام روشنی برداشت و حمایت خودش رو از هدف اونها نشون داد. اون گفت آمریکا رسماً رهبر اپوزیسیون رو که کنگره اون کشور رو کنترل می‌کنه به عنوان رهبر اون کشور به رسمیت می‌شناسه. Not without his supporters and is clamping down tonight. State Department correspondent Rich Edson has the latest. در سراسر ونزوئلا ده ها هزار تظاهرکننده خواستار اخراج مادورو هستند. یک خانم تظاهرکننده: من احساس می کنم مردم مجدداً اعتقاد پیدا کردند. خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون است. او اوایل این هفته یک پروسه قانونی را برای جایگزینی مادورو شروع کرد و گفت: من سوگند می خورم که قدرت اجرایی ملی را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به دست بگیرم. آمریکا موافقت کرد و دولت ترامپ رسماً گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت. دونالد ترامپ گفت: من به استفاده از تمام وزن اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا برای تأکید بر احیای دموکراسی در ونزوئلا ادامه می‌دهم. ما همچنان رژیم نامشروع مادورو را مسئول مستقیم هر تهدیدی که ممکن است متوجه سلامتی مردم ونزوئلا باشد می‌شناسیم. مایک پنس: That Nicolas Maduro will accept a peaceful transition of power in Venezuela. ما امیدواریم که نیکولاس مادورو انتقال مسالمت آمیز قدرت در ونزوئلا را بپذیرد و اراده مردم برای پیشرفت کشور را قبول کند و رئیس جمهور جدید آن خوان گوایدو را بپذیرد. در کاخ سفید زمانی که از دونالد ترامپ سوال شد آیا آمریکا نیروی نظامی را در آنجا مورد بررسی قرار می‌دهد، دونالد ترامپ از رد کردن آن امتناع کرد. ترامپ: من چیزی را در نظر ندارم، ولی تمامی گزینه‌ها روی میز است. آیا معنای آن این است که شما از گزینه نظامی استفاده می‌کنید؟ ترامپ: معنای آن این است که تمامی گزینه‌ها همیشه روی میز است. دولت مادورو پلیس را برای مقابله با تظاهرکنندگان فرستاد. آنها از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور استفاده کردند. دولت ترامپ سایر دولت‌ها را نیز تشویق می‌کند تا به آمریکا پیوسته و گوایدو را به عنوان رهبر مشروع ونزوئلا به رسمیت بشناسند. مادورو اپوزیسیون را جوانانی که تحت کنترل دولت ترامپ می‌باشند خوانده است. سازمان ملل می‌گوید 3 میلیون مردم ونزوئلا کشور خود را ترک کردند و از تورم بالا و کمبود غذا و دارو و خشونت گریختند.